ساخت خبرها اولین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا که دو بار استیزاه شد. ترامپ در آستانه محاکمه در سنا میگوید خشونت و قوقا شیوه اون نیست. همزمان با افزایش آمار شیوع کووید 19 در چند کشور، کارشناسان سازمان بهداشت جهانی برای یافتن منشأ کرونا وارد ووهان چین شدند. موجب بازداشت فعالان کرد در ایران شبکه حقوق بشر کردستان میگوید دست کم 24 نفر دستگیر شدند و پسر بچه انگلیسی که در سرما و باران در چادر میخوابد تا برای همسایش کمک جمع کند شما بخیر خوش اومده به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا از استیزاه دونالد ترامپ استقبال کرده و از مجلس سنا خواسته همزمان با رسیدگی به محاکمه او به مسائل مهم ملی هم رسیدگی کند دیشب مجلس نمایندگان آمریکا دونالد ترامپ را به خاطر آنچه تحریک هوادارانش به حمله به کنگره خوانده استیزاه کرد آقای ترامپ تنها رئیس جمهوری در تاریخ آمریکاست که دو بار شده. او با انتشار ویدیویی از کاخ سفید گفته خشونت و قوقا شیوه کار او نیست. هادی نیلی گزارش میدهد. لحظه تاریخی برای دونالد ترامپ و برای آمریکا برای نخستین بار یک رئیس جمهور دو بار شد. این بار با اتهام تحریک به خشونت علیه دولت مرکزی. تر مخالفان رئیس جمهور برای استیزاه او در حال و هوایی متفاوت از معمول واشنگتن ریابد نهادی که حالا برای آینده سیاسی دونالد ترامپ تصمیم میگیرد خودش درست یک هفته پیش صحنه وقوع ماجرایی بود که به این استیزاه منجر شد رئیس جمهور در جمع هزاران هوادارانش که به تشویق او برای متوقف کردن روند مرسوم تایید نتایج در کنگره از شهرها و ایالتهای مختلف به جلوی کاخ سفید آمده بودند گفت که به سمت کنگره راه بیفتند We're walk down to the و کمتر از ساعتی بعد ادهی از این هوادارانش توانستند از صفحه نیروهای انتظامی بگذرند و وارد کنگره شوند. با این وقایع بود که این بار دموکرات های مخالف دونالد ترامپ او را بابت زیر سوال بردن دموکراسی آمریکا و حمله به نهادهای قانونیش به استیزاه کشیدند. The president must be peach, رئیس جمهور باید استیزاه شود و رئیس جمهور باید در سنا محکوم شود. چاره ای در قانون اساسی اندیشیده شده که تضمین می کند این جمهوری از دست این مرد در امان بماند. کسی که قاطع و مصمم میخواست آنچه برای ما گرامی است و ما را متحد می کند ویران کند. دفعه پیش که دموکرات ها دونالد ترامپ را استیضاح کردند یک سال پیش هیچ یک از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان به آن رأی نداد ولی این بار ده جمهوری خواه هم علیه رئیس جمهور همحزبیشان به این استیضاح رأی دادند جنبه بی سابقه دیگری از این استیزا امروز را یک روز تاریخی می کنیم. پس درست انتخاب کنید. رأی به استیزاه دونالد ترامپ یعنی سالها بعد می توانید در چشم نبه هایتان نگاه کنید و بگویید من کار درست را انجام دادم. حالا استیزاه رئیس جمهور رسما نزد مجلس سنا فرستاده شده که البته فرصت رسیدگی به آن را تا قبل از پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ ندارد. با این حال دموکرات ها همچنان امیدوارند که این سیزا در نهایت در مجلس سنا هم رأی بیاورد تا از جمله بتوانند جلوی نامزدی دونالد ترامپ برای سمت های فدرال و به خصوص ریاست جمهوری را در آینده بگیرند موفقیت آن همراهی چندین سناتور جمهوری خواه هم های دونالد ترامپ را هم لازم دارد او روز قبل هشدار داده بود که استیزاش هواداران او را خیلی خشمگین می کند. اما در آستانه استیزا در یک بیانیه گفت که با توجه به گزارش‌ها درباره برگزاری تظاهرات حامیانش در روزهای آینده، از آنها میخواهد هیچ نوعی از خشونت قانون شکنی و خرابکاری بروز ندهند. درست بعد از تصویب استیزاه در مجلس نمایندگان هم پیام ویدیویی منتشر کرد. هرچند هیچ اشاره به استیزاه نکرد. من سریحا خشونتی را که هفته پیش مشاهده کردیم محکوم می کنم. خشونت و تخریب مطلقا در کشور ما و در جنبش ما جایی ندارد. خشونت اوباش برخلاف اعتقادات من و جنبش ماست. هیچ حامی واقعی من هرگز نمی تواند خشونت سیاسی را تایید کند. اگر هر کدام از این کارها را انجام دهید، از جنبش ما حمایت نمی کنید بلکه دارید به آن حمله می کنید و دارید به کشورمان حمله می کنید خیلی از ناظران گفتند اگر بعد از معلوم شدن نتیجه انتخابات یا دستکم زمانی که هوادارانش به ساختمان کنگره حمله کردند چنین لحنی گرفته بود وضعیت امروز می توانست برای آمریکا و برای او متفاوت باشد حالا شش روز مانده تا رفتن دونالد ترامپ و آغاز ریاست جمهوری جو بایدن آمریکا و به خصوص پایتخت همچنان در فضایی از التهاب و تنش است. خانه دموکراسی آمریکا شبیه یک قلعه نظامی شده و آنچه در این دو ماه بعد از انتخابات گذشته به خصوص این یک هفته گذشته حالا حالاها بر سیاست در ایالات متحده سایه انداخته. هادی نیلی بی بی سی واشنگتن. مهدی نوربخش استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا با ما هستند خوش آمدید آقای نوربخش اول برمون بگید که با توجه به شناختی که شما دارید فکر می‌کنید واقعا چقدر این محاکمه آقای ترامپ در سنا رأی بیاره حالا فکر کنم جدی هست به خاطر اینکه خود جمهوری خواها الان دارن فکر میکنن که به خاطر اینکه ترامپ رو بتونن از صحنه حزب جمهوری در آینده خارج بکنن اگه او رو استیزاه بکنن و در این استیزاه بیاد که آقای ترامپ نمیتونه هرگز یک پست دولتی در آینده بگیره این به نفع خود جمهوری خواه هم هست به خاطر همین هم هست که مکانل همین چند روز پیش اعلام کرد که آقای ترامپ سزاوار استیزا هست بسیاری در درون حزب جمهوری خواه بحث میکنند که این یکی از موفقترین راه خواهد بود که حزب جمهوری خواه بتونه ترامپ رو کنار بگذاره و مجددا خودش رو بازسازی بکنه بار اولی که دونالد ترامپ استیزا شد هیچ جمهوری خواهی رای نداد به استیزا او این بار اما ده نفر رای دادند فکر چرا چقدر واقعا نشون دهنده ایجاد شکاف در میان جمهوری درباره این موضوع شکاف بسیار بزرگی در حزب جمهوری خواه الان ایجاد افتاده یکی از اتفاق افتاده یکی از کسانی که درون مجلس در آمریکا سخت حامی استیزای ترامپ بود خانم لیست شینی هست که دختر معاون رئیس جمهور بوشه شاید یکی از محکمترین صحبتها ها رو در انتقاد به ترامپ خانم لی چینی کرده و اون میدونید که در رهبری حزب جمهوری خواه در مجلس آمریکا در رده سوم قرار داره و ده نفر همراه با اون اومدن حمایت کردن از سیزاه ترامپ و این شکاف بزرگی است که در سطح رهبری حزب جمهوری خواه درون مجلس ایجاد شده و درون سنا هم همینجور آقای مکانل چند روز پیش به هر بار اعلام کرد که موافق هست که آقای ترامپ استیزاه بشه جمهوری خواه یه چیزی معادل تقریبا 15 تا 17 رای درون سنا میخوان که بتونن اون رو تنبیه بکنن و حل مجازاتی براش بگذارن درون سنا و من فکر بکنم که این 17 تا رای اونجا خواهد بود برای دموکرات ها ممنونم از شما متشکرم نوربخش استاد سیاست بینالملل. گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی برای تحقیق درباره منشأ ویروس کرونا وارد شهر ووهان چین شدند. سازمان بهداشت جهانی میگوید تحقیقات در ووهان میتواند در دراز مدت به جلوگیری از وقوع یک همهگیری جدید در جهان کمک کند. همزمان در ترکیه قرار است واکسیناسیون سراسری با واکسن سینوواک چین آغاز شود هرچند که بعضی از کارشناسان درباره میزان تاثیرگذاری این واکسن تردیدهایی را مطرح کردند. باران عباسی گزارش می‌دهد. در جستجوی منشأ ویروس کرونا کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سرانجام وارد ووهان شدند 13 ماه بعد از ثبت اولین موارد ابتلا به کووید 19 در چین سفری که بارها عقب افتاد و هر بار با مانعی جدید روبرو شد در آنچه تلاش چین برای کنترل و محدود کردن تحقیقات این کارشناسان ارزیابی شده ورودشان به ووهان اما قدمی مهم برای پاسخ به سوالات بسیار درباره چگونگی پیدایش و شیوع ویروس سوال هایی که یافتن پاسخشان آسان نخواهد بود with... اول باید دو هفته در هتلی در ووهان قرنطینه بشیم اما فورا کارمون رو از راه دور شروع کنیم. بعد از دو هفته میتونیم با همکاران چینیمون ملاقات داشته باشیم و از محل که قبلا مشخص کردیم بازدید کنیم ممکنه خیلی طول بکشه تا دقیقا بفهمیم چه اتفاقی افتاده. فکر نمی کنم با یه سفر بتونیم به جوابهای واضحی برسیم اما وارد این مسیر شده ایم و امیدواریم که در ماه آینده تحقیقاتمون با سفرهای بیشتر و مطالعات کامل بشه. همزمان ثبت اولین مرگ در اثر کرونا در چین بعد از هشت ماه جزئیات بیشتری داده نشده جز اینکه جان باخته در استان هوبی بوده جایی که چند شهر قرنطینه شدند در بیروت هجوم به سوپرمارکت ها قبل از آغاز قرنطینه 11 روزه با افزایش شدید شمار مبتلایان دولت ناچار به بستن کسب و کارها و مدارس بیمارستان ها ناتوان از پذیرش بیماران جدید بخشای های های ویژه تخت خالی ندارند و اولویت به بیمارانی داده می شود که حالشان وخیم است. مقررات جدید شامل کاهش رفت آمد مسافران در فرودگاه رفیق حریری به 20 درصد ظرفیت محدودیت رفت آمد برای مسافرانی که از راه دریا و زمین وارد می شود. ممنوعیت خارج شدن از خانه به مدت 11 روز کمی آن طرف در, در ترکیه آغاز واکسیناسیون سراسری با واکسن واکس ساخت چین اولین نفر وزیر بهداشت به انده... میخوام تاکید کنم که همه باید واکسینه بشن این تنها راه برای محافظت از خودمون در مقابل این ویروسه لطفا واکسن بزنید تا بتونیم به زندگی عادی برگردیم با این حال بعضی کارشناسان نگران از میزان تاثیرگذاری واکسن چینیان. ترکیه میگوید تحقیقاتش این واکسن را بیش از 91 درصد موثر نشان داده اما آزمایش گستردهتر همین واکسن در برزیل اندکی بیش از 50 درصد تاثیرگذاری را ثبت کرده در هند کشوری با بیشترین شمار مبتلایان کرونا بعد از آمریکا حضور صدها نفر در مراسم کوملا شستشو در رود گنگ به باور هندوها برای زدودن گناهان و گرفتن جرعی جاودانگی. یا شاید برای بعضی نقطه آغاز ابتلا به بیماری و حتی پایان زندگی. باران عباسی بی بی سی. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت جمعی از شهروندان و فعالان کرد در بعضی از شهرهای استان کردستان، آذربایجان غربی و همینطور تهران و کرج خبر داده. تعداد بازداشتگان دست کم 24 نفر گزارش شده که به گفته وبسایت شبکه حقوق بشر کردستان بدون ارائه حکم قضایی و با خشونت به دست نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان ان از سندوج با ماست خیلی خوش اومدید آقای کردپور اول اگر میشه برامون توضیح بدید که چه اطلاعاتی داریم دقیقا از کسانی که بازداشت شدند چه مشخصهایی دارن این افراد حالا بر اساس گزارش هایی که به دست ما رسیده متاسفانه طی روزهای اخیر تعدادی از فعالین مدنی و سیاسی و فعالین اجتماعی در شهرهای مختلف کردستان و بعضی هاشون دانشجو بودند و کار اصلی این های اجتماعی و مدنی و سیاسی بوده بیشتر این دلیلی اما برای بازداشت ها ارائه شده آیا حکمی برای کسانی که بازداشت شدن اونها حکم بازداشت داشتند؟ هنوز گزارش های تکمیلی در رابطه با اینکه اتهام این افراد چی هست و چرا بازداشت شدن و آیا آزاد میشن به ما نرسیده هنوز شخص نیست که اتهام این چی هست و متاسفانه هنوز در بازداشت هستند فقط تعدادی از اینا از زندان تماس گرفتن با خانواده هاشون و اطلاع دادن که بازداشت شدن آقای, آقای که چه نهادی این افراد رو بازداشت کرده از توی چه کسانی بازداشت شدن؟ بیشتر نهادهای امنیتی هستند که بازداشت میکنند در شهرهای کردستان و دلیلش هم بیشتر نگاه امنیتی هستش که به این مناطق هستش و همیشه به عنوان پیشگیرانه یعنی بعضی وقتا بدون اینکه جرمی اتفاق افتاده باشه به عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز نارضایتی و اعتراض این اقدامات صورت میگیره و افراد بازداشت میشن و امیدواریم که اینها هر چه سریعتر آزاد بشن آقای کوردپور آیا میدونیم که چرا الان این بازداشت ها انجام شده البته دلیل خاصی نمیتونه داشته باشه فقط من فکر میکنم با توجه به اینکه نارضایتی خیلی زیاده در جامعه و کرونا هم الان کمتر شده خب مردم به عرصه اجتماعی دارن برمیگردن به کسب و کارها و تجمعات امکانش بیشتر هستش اینها برای پیشگیری از هر گونه تجمع یا اقدامی این افراد رو احتمالا بازداشت کردن و نهایتا اگر میشه توضیح بدین که آیا خانواده های این افراد تونستن با اینها صحبت بکنن تماسی داشتن با افراد که بازداشت شدن البته گزارش که رسیده اینا تماس گرفتن یعنی از بازداشتگاه تماس تلفنی داشتن با خانواده هاشون و اطلاع دادن که ما در بازداشت هستیم و هنوز تحت بازجوی هستند متشکرم از توضیحات شما مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری سنندج با ما ممنونم بعد از رأی بی سابقه مجلس نمایندگان آمریکا به استیزاه دوباره رئیس جمهوری دونالد ترامپ که در آستانه محاکمه در مجلس سنا قرار گرفته میگوید خشونت و قوقا شیوه کار اون نیست همزمان با افزایش آمار شیوع کرونا در چند کشور پژوهشگران بین المللی برای یافتن منشأ کووید 19 وارد ووهان چین شدند ادامه برنامه به سر بچه انگلیسی که در سما و باران در چادر می تا برای همسایش کمک جمع کند. افغانستان و ترکمنستان در مراسم مجازی با حضور رؤسای جمهوری دو کشور سه پروژه مشترک اقتصادی و تجاری را افتتاح کردند. این پروژه شامل خط آهن، انتقال برق و اتصال فیبر نوری بین دو کشور است. اشرف غنی و قربان علی بردی محمدوف این پروژه ها را رویدادی مهم در توسعه روابط دو جانبه و ثبات منطقه خواندند روی این رهنوش گزارش می دهد قدمی این مهمی که به سمت افغانستان برداشته می شود در روزهایی که این کشور شرایط نچندان خوب امنیتی را سپری می کند بهره برداری این پروژه ها به منزله نفس راحت برای این کشورند پروژه که می توانند چرخه اقتصاد و بازرگانی افغانستان را سریع تر به درآورند. هم خرما و هم سواب برای هر دو کشور. با اطمینان می گویم بهره این پروژه ها برای توسعه اقتصادی افغانستان پشتوانه محکمی خواهد بود. اعتماد مردم را به خودکفایی افزایش میدهد و شرایط لازم را برای صلح ترقی و ایجاد دولت با اقتصاد قوی و اعتماد و همبستگی مهیا خواهد ساخت. امروز از این که صحبت گرم محمد اشرف غنی هم امروز هیجان زده به نظر می رسید. گسترش موفقیت آمیز همکاری های افغانستان با کشورهای آسیای میانه مثال خوب برای سایر همسایه ها و همه کشورهای منطقه می باشد. آنانی که فکر می کردند که ایجاد شبکه خطاهن در افغانستان محال است دوباره فکر کند قطار آقینه انخوی بعد درازای 24 کیلومتر خط اصلی و 6 کیلومتر خط فرعی و با هزینه 30 میلیون دلار ساخته شده کار ساخت آن اواخر 2019 شروع و دوشنبه هفته جاری پایان یافته قرار است روزانه ده تن کالای تجارتی از این طریق در فاصله میان ترکمنستان تا ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب در شمال افغانستان جابجا شود. 500 کیلو ولت برق وارداتی هم از امروز به بعد به بانک انرژی افغانستان افزوده خواهد شد. در وضعیتی که بسیاری از مردم این کشور با مشکلات شدید بیبرقی دست و پنجه نرم می کنند. گفته شده 9 میلیون نفر از این برق واردات مستفید خواهند شد. طبق قرارداد برخی از شرکت های خصوصی دو کشور هم ولایت های حیرات و ولایت های اطراف آن به 2500 مگابایت اینترنت دسترسی خواهند یافت. از به نظر مراسم امروز فرصتی برای قدرت هم بود. پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای سل اجماع کرده است و تداوم خشونت ها در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد. و باعث می گردد که بر علایتان بیشتر از گذشته بسیج شوند بناهن جنگ و خونریزی را متوقف سازید و آتش بس را بپذیرید امروز از این که برای بهره این در حال است که حدود یک ماه پیش خط آهن خاف میان افغانستان و ایران هم به بهره برداری رسید محمد اشرف میگوید آمادگی افتتاح پروژه های بزرگ منطقه برق و گاز تاپ و تاپی هم تا هفت ماه دیگر وجود دارد. شاید با این امید که 2021 سال خوشی برای افغانستان باشد. روین رهنوش، بی بی سی، کابل اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از دولت به دلیل آنچه که بی توجهی درباره تامین امنیت خبرنگاران خوانده انتقاد کرده این اداره هشدار داده که اگر جلوی حملات هدفمند علیه کارکنان رسانه ها گرفته نشود شمار خبرنگارانی که این کشور را ترک می کنند بیشتر خواهد شد این در حالی است که در چند روز پیش بی بی سی به اطلاعاتی دست یافت که نشان میدهد عده ای از خبرنگاران و فعالان رسانه اخیرا به دلیل تهدیدها از افغانستان رفتند صدیق الله توهیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران از کابل با ماست آقای توهیدی خوش آمدید به برنامه اول برامون توضیح بدید که این تهدیدها دقیقا به چه شکلی بوده و شما درباره این تهدیدات چه فکر میکنید عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده که برنامه را نگاه میکنند تهدید علیه خبرنگاران سالهای سال ادامه داشته ما موارد مختلف تهدید را در افغانستان مثلا داشتیم و اعلام کردیم اما در اواخر سال 2020 میلادی به صورت اخص در دو ماه اخیرش حملات و قتل های هدفمند خبرنگاران در افغانستان آغاز شد که یک موج تازه از پریشانی‌ها و نگرانی ها را در محافل خبری و جامعه رسانهی افغانستان با وجود آورد. قتل های مانند یما در کابل، ملال میون در ننگرهار، لیاس دایی در هلمند، رحمت طلال نکزاد در غزنی و در روز اول سال نو میلادی کشته شدن بسم الله عادل مدیر مسئول رادیو صدای غور در شهر پیروزکو متاسفانه وضعیت را چنان آورد که بسیاری از خبرنگاران و رسانگران و حتی فعالین رسانهی در افغان گرفتار نوی نگرانی های جدی امنیتی شود چه اقداماتی قرار انجام ام... بشه در این رابطه ای... آقای توهیدی؟ فکر میکنید که چه اقداماتی داره انجام میشه و شما به دنبال این هستین که چه اقداماتی انجام بشه برای تامین امنیت خبرنگاران؟ در بعضی از این واقعات که عرض کردم در داد به عنوان مزنون به قتل خط قتل, قتل خبرنگاران بازداشت شدن تقاضای ما از حکومت افغانستان این است که تمام معلومات و اطلاعاتی که در این زمینه دارند باید منتشر کنند و در اختیار خبرنگاران قرار بدهند و کسانی که واقعا قاتل خبرنگاران هستند در یک دادگاه علنی محاکمه شوند و به صورت عادلانه محاکمه شوند و مجازات شوند و از جانب دیگر فضای رابنگیز کنونی را حکومت افغانستان با تدابیر مینی باید طور متحول بسازد که رسانه ها و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در افغانستان با خاطر جمع و با اطمینان خاطر به کارشان بپردازند ورنه نه خودسانسوری مال محدودیت بر خبرها و گزارش ها و همچنان فرار خبرنگاران در افغانستان متاسفانه شدت بیشتر کسب کرد آقای تویدی شما خودتون به عنوان مسئول این نهاد حامی خبرنگاران چقدر واقعا احساس امنیت و مسئولیت میکنین کوتاه لطفا از منه که یک مقدار سنم بزرگتر است تا خبرنگاران نوجوان تا زنان خبرنگار همه در یک وضعیت متاسفانه استراری به سر میبریم و همه در نگرانی و پریشانی از آینده زندگیمان و حیات هستیم و این چیزیست که جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان هم باید بهش عطف توجه کنند هم. ما یک سفر 20 ساله را آغاز کردیم دستاوردهای بسیار خوبی در 20 سال گذشته داشتیم جامعه استبدادزده زده افغانستان مبدل شده به یک جامعه باز حداقل در از نظر کار رسانه‌ای و دارن این سکتور را مورد حمله قرار میدن ممنونم از شما صدیق الله تویدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگار. نیروی قدس سپاه پاسداران گفته حمله دیروز صبح اسرائیل به مواضع نظامی در شرق سوریه تلفات جانی نداشته و اخبار منتشر شده را جنگ رسانه ای خانده. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است این عملیات را مرگبارترین حمله اسرائیل به سوریه در دو سال اخیر خانده و گفته در این حمله 57 نفر که بیشترشان از نیروهای تحت حمایت ایران بودند کشته شدند. کره جنوبی از قطر خواسته برای آزادی نفتکش این کشور که در ایران توقیف شده میانجیگری کند در روز پیش سپاه پاسداران این نفتکش را به دلیل آنچه آلوده کردن محیط زیست خواند در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرد کره جنوبی این اتهام را رد کرده ایران هفت میلیارد دلار دارایی بلوکه شده در کره جنوبی دارد و توقیف این نفتکش باشد اختلافات تهران و سئول در این باره عمیقتر شود بهار پارسال در دوران قرنطینه سراسری در بریتانیا پسر بچه 11 ساله در جنوب انگلستان تصمیم گرفت با خوابیدن در چادر برای بیمارستانی مخصوص بیماران لاعلاج کمک جمع کند مکس بوسی همسایه همسایه رو به مرگ داشت که در این بیمارستان بستری بود حالا حدود یک سال است که او در چادری در حیات خانشان میخوابد جان کی گزارش میدهد قرنطینه و بعد این هوا هر طور باشد حدود یک سال است که مکس در چادری در حیاتشان اردو زده بارونی و سرد و گلالوده واقعا عذاب آوره هدفش این بود که حدود 70 دلار برای بیمارستان محلی جمع کند حالا بیش از پنج هزار دلار جمع کرده باید اعتراف کنم که از کار خودم خیلی راضیم این البته داستان پسر بچه دیگری هم هست جوبری او هم عاشق چادر زدن و کمک به بقیه بود او فوقلاده بود. حتی وسط زمستون وقتش رو ساعتها توی باغ میگذروند. عاشق فضای باز بود. جو بعدها به ارتش بریتانیا پیوست. پارسال در 21 سالگی در افغانستان مرد. وقتی که لیزا داستان مکس رو توی بی بی سی دید، یاد وسایل چادر زدن جو افتاد. نمیخواستم این وسایل توی انباری افتاده باشه. ترجیح میدادم دست کسی باشه که ازش استفاده کنه و کی بهتر از مکس؟ لیزا کیسه خوابی که زمانی جو ازش استفاده می کرد رو برای مکس فرستاد. منو یاد جو میندازه دقیقا همون کاریه که جو توی همون سن انجام میداد. وقتی کیسه خواب به دستت رسید چه احساسی داشتی؟ صادقانه بگم وقتی که یاد داشت و وسایل رو گرفتم گریم گرفت. فهمیدم مردم توی این دنیا چقدر دوست داشتنی هن. چقدر حواسشون به بقیه هست و چقدر خوبن. امشب میراس جو مکس را گرم نگه میدارد. همزمان با ادامه چادرخوابیش برای خیریه. جان کی، BBC نیوز، دیفن. ممنونم از همراهیتون با ما. اگر این بخش خبری را از دست دادید تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.